آخرین ملاقات مهدی 4 مرداد بود که توی این ملاقات گفته بود 2 روزه که در بند ما رو بستن، تلویزیون رو بردن بیرون و غذا به ما نمیدن. گفتن شما نیازی به غذا ندارین چون میخواین همتون رو بکشین. مهدی گفته بود که ما امیدواریم اینجوری نشه، ولی اگر بشه دستش رو گذاشته بود روی سینه‌اش و گفته با آغوش باز استقبال میکنیم و برای من از هر کسی که منو میشناسه حلالیت بطلبیم. آخرین باری که پدرم رو دیدم تصویرش به یادم نیست، ولی عطرش هنوز در خاطرم هست. صبور، بینام و نشان و بینام و نشانی راضیه که تمام شهده قتل هم رو توصیف میکنه. پدری که علی‌رغم عشق و 3 فرزندش ولی عشق و بالاتر انتخاب کرد، عشق و تمام فرزندان ایرانو. وداع عاشقانه کبوتران 67 دوباره میبرد مرا به بیکران 67 به خون نشسته پشت هر هزار توی فاجعه تن هزار پاره دلاوران 67 بند 2 اوین اول مرداد ماه 210 نفر زندانی داشت. 25 مرداد ماه فقط 15 نفر باقی بودن، بقیه رو کشتن. از کرمانشاه حدود 150 نفر از زندانی های کرمانشاه رو آوردن گوهردشت که همه رو کشتن. دیوار بلند تنگنا را تنها حادثه فرو می ریزد و حادثه چیزی جز دست های تو نیست. به گلوی همیشه خونین بادها ریسمان نمی شود کشید، کینه را آواز یوز نمی شود گرفت. موج و مرداب با هم قریده اند، جنگل و پاییز پرده های تفاهم را دریده اند. سلام. به راستی که به گلوی همیشه خونین بادها ریسمان نمی شود کشید، چرا که 2 دهه پس از مرداد سرخ 67 امروز سرود سرخ 30,000 سرخ گل سربدار رو به خوبی در قیام سرخ ایران و حماسی ماندگار فروغ ایران و قیام اشرف پایدار می شنویم. خروش مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای در سراسر دنیا تنین انداز شده و شهامت قیام آفرینان چشم های جهانیان رو خیره کرده و امروز نگاه ها به شهر سرفرازان دوخته است و پیوند قلب ها با این کانون تپنده پیوندی ناگسستنی شده. بله، تاریخ سرخفام مقاومت برای آزادی با دستها و خونهای مجاهدان و رزمندگان، شهیدان و اسیران نوشته شده و از امروز تا پایان نیز با دستها و عزمهای خودمان نوشته خواهد شد. تاریخ پایداری و مقاومت تا سرمنزل پیروزی. سخن از نوری است در دل شب،
بشارت و نویدی که به شوق آن خونها بر این خاک تشنه روان می شود. سخن از آزادی است، گوهری بی همتا که برای دست یافتن به آن دامان محبت را باید به خون رنگین کرد. بنای آزادی بی مرگ و خون کی میسر شد؟ اینجا از پشت دیوارهای زرد و سیاه سلول انفرادی به تو میاندیشم. روی تخت شکنجه در طعم شور خون و طعم جانگداز شلاق به تو میاندیشم. در روزها و شبهای بیوقفی بازجویی به تو میاندیشم. در سکوت میان کلامها، در زیر سایه تناب دار، در فریاد هممندانم، در چهره های خونین و کبود خواهران و برادران شکنده شدم، تو را میبینم و نام تو را میشنم. ای خجسته آزادی، ای خجسته آزادی، و تو را هرگز هرگز به استبداد نخواهم بود. مادر، من برای آزادی کشته شدم. خاص اما دستهایش بوی خون میداد و نام آنان حتی کابوس شبهای ظلمانیشان بود. غلامرضا کیاکجوری بلند میخندید، اونقدر بلند که وقتی داریوش سوت زد پاسدار اومده متوجه نشد. ماه‌های مرداد و شهریور همچنان یادآور جنایت بزرگ علیه بشریت در زندان‌های خمینی دشقین و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 است. در کتابی که امسال در کنفرانس‌های مقاومت ایران ارائه شد و تصویری از منیره رجوی سمبول زندانیان مجاهد قتل عام شده بر روی آن نقش بسته است، اسامی و مشخصات بیش از 4,300 تن از این شهیدان قهرمان درج شده است. در حالی که 22 سال از آن کشتار هولناک می‌گذرد، آمران و عاملان جنایت بزرگ علیه بشریت همچنان بر سر کارند و دیکتاتوری آخوندی هیچ نام و نشانی از 30,000 شهید این قتل عام منتشر نکرده و هیچ گونه تحقیقی را مجاز نشمرده. اما جهان همچنان علیه این جنایت برانگیخته است و این نسل‌کشی را در شمار بزرگترین موارد جنایت علیه بشریت به ثبت رسانده.
سال 67 خمینی جلاد در فتوای خود تصریح کرد که هر کس در هر مرحله بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است و سریعا دشمنان را نابود کنید. از آنجایی که نه جنایت علیه بشریت و نه نسل‌کشی شامل مرور زمان نمی شود و از آنجایی که بی پاسخ گذاشتن چنین جنایات بزرگی تشویق آمران و عاملان این جنایت بزرگ به ادامه خونریزی است، من از طرف مردم و مقاومت ایران از شورای امنیت ملل متحد می خواهم دادگاه ویژه‌ای برای بررسی پرونده قتل عام زندانیان سیاسی و محاکمه مسئولان آن تشکیل دهد. مجامع بین المللی و دولت‌های مختلف را فرا می‌خوانم که شورای امنیت را به تشکیل چنین دادگاهی ترغیب کنند. از همه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در جهان می‌خواهم برای پیش برد این کارزار کوشش کنند. من یکی از مهتمانده های قتل عام سال 67 هستم. در رابطه با قتل عام سال 67 من یادم که توی بند 400 به 500 نفری بودیم، توی این بند یکی دوده 30-40 نفر فقط موندیم. همه این کارها رو کرد که این روز خمینی نبینه. دارید ببینیم که اشرف هزاران بار جای اون بچه ها رو پر کرده و چرا مقاومتی به تو ایران موجه مقاومتی و ایران داده که توی تهران همه خیابان ها شدن شدن.